عرض سلام و تقدیم ارادت، امروز 13 ماه دسامبر سال 2018 ساعت 9:57 به وقت غرب آمریکا، 9:57 بامداد، و ما به بخش دوم برنامه های امروز میپردازیم. آغاز برنامه با توضیحاتی مربوط به آیه شماره 61 از سوره 11 هود در قرآن کریم است. میپردازم به مطالب بسیار بسیار ارزنده‌ای که بخشی از مطالعات و بخشی از مباحثی است که باید مطرح بشود و از آن سوی دوربین همکاران من و کسانی که ما رو در این امر مهم یاری می کنند و نظریات ایشان قدر مهم است که حتما بایستی که برای کسانی که فیسبوک ندارند و ما رو از پلتفرم های دیگر می بینند مطرح بشود که این نظریات به وسیله اونها هم شناسایی بشود. استاد راشد رستمی به ما پیوستند، جناب نور سلطانی همینطور، و استاد ابتهی آغاز کلام رو به این ترتیب مطرح کردند که عرض سلام و تقدیم ارادت، بهترین بهانه برای آغاز و آغاز بهترین بهانه برای کسب فیض از قرآن مجید. و با عرض ارادت و سلام به همه بینندگان ارجمند، سرکار بهار افغان و رستمی نصیر. بعد توضیح دیگری که استاد ابتهی فرستادند، میفرمایند که جناب استاد لطفا نام ارادتمند را هم به لیست اشتباه کنندگان این واقعیت که اولین حکومت ملی و مردمگرا توسط حضرت محمد در یثرب، یعنی مدینه بعدی، موجودیت یافته اضافه فرمایید. ایشان اشاره میکنند به سخنرانی که من داشتم و در اونجا گفتم که اولین حکومت فدراتیو جهان به وسیله نه رسول اکرم، شخص محمد در مقام محمدی، نه در مقام نبوی، به صورت یکی از معجزات تاریخ بشر توسط یک فرد، نه یک رسول و نبی، یک آدم معمولی به نام محمد پسر عبدالله، به وسیله او انجام شده. و اساساً این نام مدینه فاضله به واسطه این اقدام بی سابقه او انجام شده. و اعتراضی که وارد شد گفتن خیر، شما اشتباه میکنید و تعصب دارید، چه دارید و اینها، و اشتباه فاحش هم کردید، و اشتباه فاحش شما این است که اولین حکومت فدرال در دنیا مربوط به کوروش کبیر است، نه محمد. استاد ابتهی به اون موضوع اشاره طنزآمیز میکنند و میگویند که اگر تو، یعنی آقاسی، در این مورد اشتباه کرده است، نام ابتهی رو هم به عنوان اشتباه کننده به این لیست اضافه کنید. منظورشون اون هست. استادی که نتواند بین تشکیل امپراتوری و مدینه فاضله، یعنی حکومت مردم بر مردم، تفاوت قائل شود، همان بهتر که ما در اشتباه به نظر ایشان باقی بمانیم. سرکار حنیف سخیب، سرکار عایشه قفوری، با عرض سلام و ادب خدمت استاد معزز و عالم بزرگ دین، میخوام تقاضا کنم که این عناوین و اینها رو برای من ننویسید، و هم اینها وقت شما رو میگیره،
هم من رو شرمنده میکنه، چون من واقعا نه استاد هستم نه این، هیچ کدام اینها نیست. من یک شاگرد سمج پابرجا هستم و بقیه اساتید البته بقیه استاد هستن، تردید نیست که در این برنامه اندوخته های علمیشان بسیار با اهمیت است. همه این سروران علم دوست و خداجوی در این برنامه حیاتی رو تایید و تشویق کردند. جناب نبی پور پناه میبرم به پروردگار از دست شیطان رانده شده. سلام و درود حق بر شما بزرگوار و تمام بینندگان محترم شبکه پیوند. استاد راشد رستمی، سرکار خانم اشرف تهرانی و دیگران به ما ملحق شدند. جناب نور سلطانی، دوست محترم آقای وکیل صالح، لطفاً به دروس گذشته که در باره نماز و وضو و حدیث به شکل مفصل موجود است مراجعه کنید و وقت بسیار ارزش دارد، بگذارید که ضایع نشود. سرکار قفوری و محقق ارجمند و دستیار گرانقدر همه ما جناب راسخ توفیقی هم به ما پیوستند و من خدا رو شکر میگویم با همه صداقت به وجود این تیم، این مجمع که این طور با هم همکاری میکنند. این همکاری بین آقای رستمی و آقای توفیق و آقای ابتهی برای من فوق العاده ارزشمند و پربهاست و واقعا به این برنامه و به این حرکت آموزشی یک نوع افتخار و یک نوع شرافت و یک نوع تأثیر مشدد بخشیدند. اجر همه شما پاک دینان و اجر همه شما تسلیم شدگان به حضرت حق رو از خدای بزرگ صادقانه مسئلت دارم. آیه 61: و به سوی قوم ثمود برادرشان صالح را فرستادیم، گفت ای قوم من خدا را بپرستید، برای شما هیچ معبودی جز او نیست. در بخش اول نشان می‌دهد که فرستاده یا پیامبر باید از طرف خدا فرستاده بشود. در آیات دیگر می‌گوید حتما باید دارای وحی باشد و هست، پیامبر بی وحی نمی شود و پیامبر منابع خبری خودش رو جز از طریق کانال وحی از کانال دیگر دریافت نمی کند. و بعد به اصل وحدت معبود اشاره می کند که یک معبود بیشتر وجود ندارد و این یک معبود نسبت به عابد خاصی نیست. یعنی این نیست که مثلا این معبود مال عابدینی باشد که ما اهل مدینه هستند. برای اهل مکه یک معبود دیگری وجود داره، برای اهل ایران یک معبود دیگری وجود داره، برای عرب ها یک عبد دیگری، یک معبود واحد بیشتر وجود نداره. برای کثیری از عابد، هر چقدر که عابد باشه، این معبود در زمان و مکان
همیشه یک معبود واحد بیشتر نیست. او شما را از زمین پدید آورد، یعنی جنس شما جنس خاکه، از همین خاک شما به وجود آمدید، شما را از زمین به وجود آورد، از خاک به وجود آورد و در واقع همین خاک و همین زمینی رو که شما از این زمین هستید، از همین خاکی که شما رو ساخت، از همین خاک خوراک شما رو ساخت. یعنی هم خلقت شما از زمینه و هم استقرار و ارتزاق و دوام حیات شما از زمینه. در بخش گذشته عرض کردم به دو صفت رحمان و رحیم در اینجا اشاره می کند که صفت رحمان صفت ایجاد است و صفت رحیم صفت استمرار و تعلق وجود به موجود است. یعنی ما از خاک ساخته شدیم، همین خاک رو هم می خوریم، اما اون نیرویی که ما را از خاک ساخته نیروی رحمان است، اون نیرویی که این رحمان رو حفظ می کند و دوام این رحمت رو تضمین می کند، اون رودخانه رحیمیت است، اون استمرار و اون جریان رحیمیت است. یعنی این نیست که خدا یک بار بیافریند و کار خدا تمام بشود، خدا بازنشسته نمی شود. لحظات حیات احتیاج به آفرینش دارد، مقصود من این است که مثل چراغ برقی که در یک جای روشنه، این مجموعه روشن شدن هاست. یعنی اگر بگوییم که در هر ثانیه فرض بفرمایید، البته به عنوان مثال عرض میکنم، 10 بار یک چراغ خاموش و روشن میشه، خاموش شدنش یعنی تمام شدن عمر روشن شدن. 10 بار روشن میشه، 10 بار خلقت میشه که شما خلقت مدام و مستمر میبینید. این انسان، این هستی، این کائنات، این عالم ممکنات در هر لحظه نو به نو تجدید حیات و تجدید وجود میکنه که دائم در میان خلع و لبسند یا خلع و لبسند، حالا لبسند گفته که دیگه قافیش هم جور در بیاد، مرتب لباس هستی می پوشند، لباس هستی از بین میره، دو مرتبه لباس هستی می پوشند. خلقت زمین با حق استفاده از زمین، با ایجاد امکان استفاده از زمین، دو موضوع کاملا جدا از همه. مثالی که در ساعت گذشته زدم، کره ماه را هم خدا آفریده، یعنی خلقت انجام شده، رحمان اونجا هستن برای خوراک ما، برای زنده بودن ما، از نظر خوراک عرض میکنم. ما اون امکان رو نداریم که بتوانیم از کره ماه ارتزاق بکنیم، اما این به ما داده شده که ما از همین خاک ساخته شدیم، از همین خاک کم تغذیه میکنیم، یا به بیان دیگر ما از این خاک ساخته شدیم و بر این خاک بقا پیدا کرده ایم، به بیان ساده تر. که این رو در دو قالب انشاء و اعمار بیان میکنه قرآن، که ما هم شما رو انشاء کردیم. از چی انشاء کردیم؟ کامپوز کردیم، ترکیب کردیم، تشکل بخشیدیم، از خاک. و از چی اعمار کردیم شما رو؟ دوام عمر دادیم، دوام هستی دادیم شما رو، از همین خاک. پس از او آمرزش بخواهید، از همون کسی که شما رو آفرید، همون کسی که خاک رو آفرید و همون کسی که خاک رو متحول کرد و وسیله تأیید و تغذیه و حمایت شما قرار داد. و
و وسیله اسکان شما قرار داد، وسیله اعمار شما قرار داد، وسیله ارتزاق شما قرار داد، همون اون معبود. آنگاه به درگاه او توبه کنید، توبه کنید از اینکه فکر کردید که چند تا معبود دیگه هم وجود داره، توبه کنید از اینکه فکر کردید چند تا بت دیگه هم وجود داره، توبه کنید از اینکه فکر کردید که مخلوق او می تواند معبود باشد. این گاو رو کی خلق کرده؟ خدا. این سنگ رو کی خلق کرده؟ خدا. این باد و طوفان رو کی خلق کرده؟ خدا. اونها رو وقتی پرستیدید و معبود قرار دادید به جای خدا، توبه کنید، یعنی برگردید به جایی که هنوز این عقیده اشتباه رو نداشتید، اصلاح کنید خودتون رو، فکر کنید، فکر کنید که تا به حال کسی شنیده که سنگ با او حرف بزند؟ بسیار ما شنیدیم که خدا با ما حرف میزند، از طریق الهام، از طریق انگیزش، از طریق بعثت. این عشق و اتصالی که بین بشر و خدا هست، این شوقی که در بعضی از انسانهای پاک میبینید که شما نسبت به خالق دارند، و بسیاری از دلایل دیگر که سخن به درازا میکشد، نشانه این است که رابطه شما با خدا منحصر و محدود به وجود نبی نیست. یعنی نبی بود یا نبود، دین رو البته از شما از طریق نبی و نبوت میآموزید که وظایف خودتون رو در جامعه تشخیص بدید. ما راجع به یک بعد زمینی سخن میگوییم وقتی صحبت دین است. ایمان چیزی است غیر از دین. ایمان رو بدون نبوت هم مردم دارن همشون. ایمان رو خدا میگه وقت خلقت من به تو میدم. الرحمن علم القرآن. کی؟ وقتی که خلق الانسان. چطور؟ از طریق علمه البیان. بنابراین نبی در اینجا نقشی نداره در اینکه شما بتوانید که ایمان به خدا داشته باشید. در هیچ سری نیست که سر ریز خدا نیست. اون سر خدایی در فطرت آدمه، اما اون ارادت و اون رابطه بین انسان و سنگ نیست. بی واسطه عرض میکنم، حتما یک شارلاتان حقبازی باید وجود داشته باشه که به نام رسول، به نام پیامبر، به نام خبر، به نام مترجم، یا هر عنوان دیگری که به نام کاهن، به نام ملا، به نام مفتی، به نام کشیش، به نام ربای، بالاخره یکی از این کلاهبردارها و حقبازها در طول تاریخ بودند که آمدن به شما گفتن این سنگ به شما چنین میگوید. کی تا به حال شنیده که سنگ به او چه میگوید؟ غیر از اینکه از دهن واسطه شنیدیم. اما شما از معبود مستقیم هم شنیدید. شما وجود معبود رو در خودتون حس می کنید. اشتباه نکنید، پیامبر در شما ایمان ایجاد نمی کنه. این اشتباهاتی رو که در طول تاریخ هم دور انبار کردن رو ما و ما رو دفن کردن زیر این دروغ ها. پیامبر به کسی ایمان نمیده، شما به خودتون ایمان میدید. پیامبر خدا رو به شما نشان نمیده، شما خدا رو پیدا میکنید. دین به شما یاد میده که چطور آینه پاک کن باشید، چطور آینه داری کنید. دین به شما می آموزد که چگونه آیین‌داری کنید تا آیین‌دار بشوید. وقتی آیین‌دار شدید، رسم آیین‌داری رو یاد می گیرید که آینه چوب نیست، سنگ نیست، کلوخ نیست، آینه یه شیشه شکننده است که بسیار عزیزه
و باید دقت کرد درش و مرتب صیغلش داد و روشنش کرد که بشود خاصیت آینه رو دید در او. و این رو هم میخوام عرض بکنم که به عنوان جمله اضافی که ما هر وقتی که صحبت آینه میکنیم شما یاد جیوه میفتید، شیشه و جیوه. البته این پدیده خیلی قدیمی است، ولی این پدیده چینی است، این یک چیز صنعتی است. وقتی در عرفان اشاره به آینه میکنه، اشاره به آب میکنه فقط، برای اینکه آب اولین آینه است که قدیمی ترین آینه است که بشر میشناسه. قبل از اینکه این آینه از چین بیاد و چینی ها آینه بسازند، آینه رو خدا در آب ساخته و اولین برداشت بشر از مفهوم آینه آب زلال و شفاف و ایستاده است که در اونجا خورشید رو میبینه، در اونجا خودش رو دیده، اولین بار انسان خودش رو تو اون آب دیده، دیگران دیده با چشمش، ولی خودش رو توی اون آب با اولین بار در اون آینه دیده. این که آینه منظور اون آینه است که اگر آینه مواج بشه، اگر آینه گلالود بشه، اگر آینه تاریک بشه، شما دیگه خورشید رو نمیبینید، خودتون رو هم نمیبینید، نه خدا رو میبینید نه خودتون رو، یک مش گل میبینید، باطلاق میبینید، کثافت میبینید، یعنی بیان قرآنی شیطان میبینید. تو همون آینه نگاه میکنید. تا چند دقیقه پیش خدا رو میدیدید اونجا، الان شیطان رو میبینید. اعمالی که ما انجام میدیم، افکاری که در ذهن ما میگذره، اعمالی که در فعلیت ما ظاهر میشه و مؤثر واقع میشه، باعث تغییر و تحول شخصیت و نوع انعکاس از اون آینه فطری ما میشه. پس به درگاه او توبه کنید. از چی توبه کنید؟ از باور به تعدد و کثرت معبود. یعنی وقتی که ما معتقدیم که همینطوری که تعداد زیادی عابد وجود داره، لابد تعداد زیادی هم معبود وجود داره، همینطور که عابدها، عابدین، اینها با همدیگه تفاوت میکنن، گروه های مختلف دارن، طایفه های مختلف دارن، رسوم مختلف، زبان مختلف، فرهنگ مختلف، پس لابد معبود اینها فرق میکنه دیگه. مثلا معبود ایران، معبود چه میدونم گرگان، معبود اصفهان، معبود ارمنستان، لابد معبود همه اینها فرق میکنه دیگه. از اون توبه کنید که پروردگارم نزدیک و اجابت کننده است. این موضوع ششم. گفتند ای صالح، میره به آیه بعد، در متن آیه استاد راشد رستمی کس نیست که افتاده آن زلف دوتا نیست، در رهگذری کیست که دامی زبلا نیست، و بقیه که انشاءالله در بخش دیگری برای شما خواهم خواند. یک وقتی من بایستی که خصوصی با این آقای راشد صحبت بکنم و ببینم که این رمز کارشون، که من کتابخانه زیاد دیدم، هم مال ایشان هم مال آقای افتهی رو، هر دو رو من باید یه وقت خصوصی باهاشون صحبت بکنم و ببینم که این دسترسیشون به این مطالب و اینها چه تکنیکی داره که اون رو من هم یاد بگیرم. و واقعا شگفت آوره که چندی مثل که جلسه قبل بود، من یاد یکی از گفته های مثل این که خدا قبول کنه، یادم هم نبود اصلا، این مال فریدون مشیری است که
که من اسیر خفقانم، خفقان یک همچین چیزی، خفقانش یادم بود چون خفقانم گرفته بودم واقعا از دست ظلم بعضی از این رسانه هایی که به هر حال، و خواهش کردم که کسی اگر اطلاع داره، هنوز حرف من تمام نشده بود، تمام شعر رو که مربوط به فریدون مشیریست به اضافه خواننده این اثر بسیار جالب که استاد محمد رضا شجریان بودن و هستن گفتند و ما هم پخش کردیم و اینها. خیلی تعجب میکنم من از این تسلط این اساتید به موضوعات قرآنی و ادبی و عرفانی. طول عمر همه شما عزیزان را از خدای بزرگ آرزو میکنم. در آیه شماره 61 میگوید، میکروفون را هم باز کنیم که دوستان بشنوند، و ایلا و به ثمود آل ثمود اخاهم برادرشان صالحا صالح را، که با توجه به آیه قبل که هود را فرستادیم، حالا میگوید که به قوم ثمود برادرشان صالح را فرستادیم، که فرستاده رو از آیه قبل میگیریم چون از نظر ترجمه تحت لفظی در این آیه فرستادیم وجود ندارد. صالح گفت یا قومی، ای قوم من، اعبدوا عبادت کنید، الله الله را، ما لکم عبادت کنید، الله را، چرا عبادت کنید الله رو؟ برای اینکه نیست برای شما جز او معبودی، ما نیست لکم برای شما من هیچ اله معبودی غیره غیر او، هو او، یعنی اون معبود. اینجا توجه بکنید که حکم قرآن به این ترتیب باید استخراج بشود که معبود همون خالق است و خالقی خالق است که معبود باشد. یعنی در واقع شما اگر کسی رو قبول کردید که خالق هست، همون معبود هم هست، و اگر شما کسی رو به عنوان معبود میپذیرید، باید اون معبود خالق هم باشه. یعنی این دوتا وجودشون از نظر صفت ملازم با همه، صفت معبود ملازم با صفت خالق و صفت خالق ملازم با معبود است، که میگوید که معبودی، اله به معنای معبود، غیر از اون نیست، معبودی که او، یا همون معبودی که انشأکم انشا کرد. ما یک بدعت داریم، یک خلقت داریم، یک جعالت داریم، یک تصویر داریم، یک تشکیل داریم و یک انشا داریم. انشا به معنای کامپوز کردن، به معنای ترکیب کردن، به معنای جمع کردن، به معنای تشکیل دادن. موضوع انشا هم از نظر علمی در ایجاد کائنات، که این کائنات مجموعه هایی است از آجرهای برابر و یک شکل ساختمان عالم ممکنات. یعنی یک ساختمانی رو شما در نظر بگیرید، خیلی اتاق داره و نما داره و خیلی بزرگه و چیزهای متعدد مختلفی هم درش هست،
ولی اگر که این ساختمان رو به عوامل اول تجزیه بکنید، میبینید که اسکلت این ساختمان، فرض کنید آجری باشه ساختمان، با تک تک آجرهای یک شکل ساخته شده که مشکل به اشکال مختلف شده. مجموعه این که خدا به عدم اشاره میکنه و عدم رو دستور میده که هستی بشو و عدم تبدیل به هستی میشه که برای ما هستی هست و ما اون هستی رو میشناسیم و از اونجا هستی آغاز میشه و شروع میکنه هستی شکلهای مختلف به خودش گرفتن، یعنی روی این هستی اخلاق استوار میشه، شکل استوار میشه، خاصیت استوار میشه، ماهیت استوار میشه، استعداد استوار میشه و در واقع تعدد محصول ترکیب ایجاد میشه که از هر ترکیبی پدیده جدیدی به وجود میاد. مثلا شما سدیم رو با کلور ترکیب میکنید، نمک طعام به وجود میاد. کلور رو با هیدروژن ترکیب میکنید، اسید کلوریدریک به وجود میاد. میبینیم که آجرهای اولیه اینها یکیست، ولی در اثر تشکیلات مختلفی که به اینها میدیم، زنجیرهای مختلفی رو که در خلقت خدا ایجاد میکنه، از همین عوامل مشابه محصولات متفاوت ایجاد میشه. یعنی اصل انشا فقط این نیست که ما رعایت تضاعف میکنیم و باعث جمع شدن و تغییر کمیت میشیم. این رو میخوام عرض بکنم که انشا در بیان قرآن عبارت از تشکیل و ترکیبی است که تنها کمیت رو متغیر نمیکنه، بلکه کیفیت رو متغیر میکنه و ماهیت و خاصیت و خلقیت دیگری به اجزایی که با هم ترکیب شدن میده که شبیه ترکیب متفاوت نیست. وقتی که نحوه ترکیب و نحوه انشاء تفاوت پیدا میکنه، محصول اون انشاء که یک تشکل باشه، اون تشکل هم ماهیتش متفاوت میشه با تشکلی که آجرهای ساختمانش رو به صورت غیر برابر با این در کنار هم قرار دادن. یعنی اصل تشکل و ترکیب برای ایجاد ماهیات متفاوت و خواص متفاوت و بازتابهای متفاوت یا خلقیات متفاوت، اینها رو در واقع در جمع در قرآن خلق میگوید. خلق با آفرینش که ترجمه میشه، یک مقداری البته حالا وارد اون جزئیات نشیم که موضوعات رو مشکل تر نکنیم، ولی خلق آفرینش نیست، آفرینش از منبع اصلی نیست. خلق هم یکی از مراتب تغییر و تغییر در نظام ایجاد ماهیت به لحاظ ترکیب و تشکیله. من واقعا بعضی وقتها هست که متوقف میشم که واقعا خودم سرگردان میشم که تا کجا پیش برم و تا کجا ریشه یابی کنم و تا کجا توضیح بدم تا کجا توضیح ندم. ولی به هر حال اون چرا که قرآن به نام انشاء میگوید، انشاء مجموعه است از پدیده های مخلوق که در واقع خلق مرکب است، یعنی خلقیت و یا ماهیتی به وجود می آید که این ماهیت ترکیبی است ولی جمع ماهیت های دیگر است. شما وقتی انشاء می نویسید، انشاء در ادبیات مدرسه که می رفتیم انشاء می نوشتیم، همه لغاتی رو که در این انشاء شما به کار می برید، این لغات لغات استاندارده دیگه، یه معنی خاص خودش رو داره که هر جای دنیا اون لغت رو بگید. آب یعنی آب خوردن، چه میدونم، هوا یعنی هوا،
سختی یعنی سختی، آسانی یعنی آسانی، همه اینها خلقیت و ماهیت و مفهوم خودش رو داره، مستقل از بقیه. ولی این مفاهیم مستقل رو یا این پدیده های مستقل معنیدار رو، مهم این است که اینا همشون معنی دارن، این پدیده های معنیدار رو وقتی کنار هم قرار میدهید، معنی پیدا میکنه که اون معنی در این معانی نیست. مثلا شما میگید ثروت خوب است، ثروت خوب نیست. شما اینجا ثروت دارید، خوبی دارید و بدی دارید. اینها بر حسب اینکه چطور با هم ترکیب بشن، همه اینها هم دارای معنی مستقل هستن. خوبی ما میدونیم چیه، بدی میدونیم چیه، ثروت هم میدونیم چیه. ولی چگونه اینها رو با هم ترکیب میکنید، حاصل ترکیب ممکن است که به این استنتاج برسد که ثروت یه چیز بدی است یا ثروت یک امر خوبی است. در مورد انشا هم باز من یادداشت کردم اینجا که یک وقتی بیشتر به ریشه لغت بپردازیم، ولی اگه بخوایم با این سستی پیش بریم نمیدونم چه میشه. من واقعا گرفتارم خودم و دفعه پیشم از شما عزیزان استمداد کردم و پاسخهای شما به قدر کفایت منو هدایت نکرده. هنوز هم سرگردانم که از نظر میزان رسوخ در آیات و پرداختن به جزئیات تا چه اندازه شما به عنوان اساتید، شمایی که در واقع تیم این برنامه هستید و این برنامه رو در واقع با آرای شما با پیش میبریم، شما بگویید که تا چه حدی این تلازم و کفایت رعایت میشه به بیان دیگر. و من دنبال میکنم و پی میگیرم. به هر حال خود من از نتیجه کارم خیلی راضی نیستم، به علت سستی که در این کار هست، سرعت خیلی کمی که هست و بار سنگینی که در پیش داره. نیست برای شما غیر از اون معبود، معبود دیگری که این معبود، این اله انشا می کند شما را، نه اینکه انشا می کند هر چیزی رو، مثلا دقیقا شما را انشا می کند، شما را از ذرات و از اجزا و از اندامهای شناخته شده ماهیت دار خلقت ترکیب می کند. ما از چی ساخته شدیم؟ از نطفه ساخته شدیم. این نطفه از چی ساخته شده؟ در واقع از دو تا نطفه نیمه کاره ناقص. اون دو تا نطفه نیمه کاره ناقص به هم آمیختند، یک نقشه ساختمان به وجود آوردند که حالا امروز که علم پیش رفته، ما بیان علمی رو ذکر میکنیم، حالا فردا ممکنه علم هم عوض بشه، چیز دیگری بشه. یک شبکه‌ای ایجاد میکنه از خاک که 52 عامل متفاوت رو در رابطه شبکه‌ای قرار میده. یعنی میشه 52 به توان 51. درست میشنوید؟ 52 کروموسوم به توان 51. چرا؟ برای اینکه اینها رابطه شبکه‌ای دارن با هم. از نظر ریاضی در اینش مطمئن هستم یک کمی، من به هر حال همون میشه فرمولش. یعنی تعداد سیمکشی هایی که بین این اجزایی که میخوان اینها با هم انشا بشن، میخوان کامپوز بشن با هم، 52 به توان 51.
سیم لازم هست که اینها رو با هم مرتبط بکنه، که اینها همه با هم در شبکه در ارتباط باشه. وقت از اونجا اینا شروع میکنن به انشا کردن. انشا یعنی چی کار میکنن؟ یعنی به اینجایی که میرسن ناخن میسازن، به اینجایی که میرسن حافظ ناخن میسازن، به این بالاتر که میرسن استخوان میسازن، به داخل استخوان که میرسن مغز استخوان میسازن، میرن تا بالا، تا به اینجا میرسن، به اینجا که میرسن پوست میسازن، گوشت میسازن، بعد جلوتر که میرن ذره‌بین میسازن، بعد پشتش عصب میسازن، بعد مغز میسازن. این کارها رو میگوید قرآن انشاء میکنند. کی انشاء میکنه؟ کی انشاء میکنه؟ سه هفته پیش در جای دعوت داشتم در واشنگتن دی سی و جمعی از اساتید بسیار بسیار فهیم معروفترین دانشگاه های آمریکا بودن، ایرانی بودن البته. کامل گفته باشیم بله دیگه، در اون جمع شاید 13 تا 14 تا ایرانی بودن، دو تا هم افغانی بودن. اونها هم مثل این که دانشگاه درس میدادن. یک سوال از اینها کردم. قبل قرار بود بیان اینجا ما هم دیگه مصاحبه داشته باشیم در تلویزیون، آره شاید هم بیان. پرسیدم ازشون که این الکترونی که شما دانشمندان میگوین که آجر بنای هستی است، البته قدیم میگفتن، الان خود اون الکترون ها هم تجزیه میشن به عوامل دیگر، چطور هست که این کائنات که ساخته میشه، نقشه ساختمان این کائنات خیلی دی نقشه های زیاد داره دیگه، تعداد صفراش اصلا برای ما قابل محاسبه نیست، این نقشه های ساختمانی نسبت به این الکترونی که همه این نقشه ها رو این الکترون داره دیگه، این نقشه ها رو از کجا آورده؟ این نقشه ها در خودشه یا خارج از خودش؟ گفتن اگه از این سوال ها میخوای بکنی، هستن همه این آقایون هم هم. گفتن این سوال ها رو میخوای بکنی، ما اصلا نمیایم جلوی دور میدیم. و یکی از اونها که عدالتش بیشتر از دیگران بود، گفت من چند هفته فرصت میخوام که راجع به این موضوعات فکر بکنم. تخصصش هم بایوکمیستری بود، اصلا خود اون بیوشیمی خونده بود، همین استاد دانشگاه هم هست و اینها. انشا یک موضوع خیلی مهمی است که این سوال پیش میاد که من این تعداد کروموسوم ها رو در گفتن اشتباه حضور شما عرض کردم که پوزش میخوام، دو تا 23 تاست که 46 تا میشه و به هر حال موقع گفتن اینها اشتباه میشه. از اتاق فرمان به من تذکر دادن که این تعدادی که گفتی اشتباه بودن، همینطور هم هست، اینها عذر میخوام، اصلاح میکنم. انشا یعنی که این الکترون ها رو که کنار هم قرار میده، این الکترون ها همشون مثل همن، البته از نظر ریاضی باز با هم تفاوت هایی دارن، ولی از نظر علم فیزیک و شیمی مثل همن. چطور هست که این ذراتی که مثل هم هستن در ترکیب های مختلف، در طبقات مختلف انشا و ترکیب، این خاصیت های متفاوت رو ایجاد میکند؟ به اون موضوع قرآن میگوید انشاء. یعنی ما با همین آجرها این کائنات رو ساختم، با همین آجرها، حالا کائنات به کنار، تو انسان رو من با این آجرها ساختم. تو به خودت انسان نگاه بکن که تو ببین از چند عامل انشاء شدی، تو از چند عامل ترکیب شدی، چند نقشه ساختمانی برای ساختن وجود تو، اندام تو، جسم تو به کار رفته. اونها رو یک معبود ساخته، این معبود همون خالقه، همون منشیه
که این انشاء نتیجه کار اوست. معبودی رو بپرستید که منشی باشه. این موضوع ارتباط معبود و منشی یکی از مسائلی است که خیلی در موردش باید صحبت بشه، ولی همینقدری که هر حال گفتیم. پس ثمود از صالح که برادری از قوم ثمود بود به پیامبری برگزیده شد و او گفت ای قوم عبادت کنید الله رو و نیست برای شما معبودی غیر از الله. معبودی و اللهی که انشا کننده توست. از چی؟ گلش و ماده تشکلش، از ارض، از خاک. واستعمرکم و موجب قرار و موجب اسکان شما شد، هم استقرار شما هم اسکان شما، هم باعث حیات شما شد هم باعث دوام شما شد، هم باعث بقای شما شد هم باعث اسکان و هم باعث ارتزاق شما شد. فیها در همون زمینی که از اون زمین شما رو ساخته. فاستغفروه پس استغفار کنید، پس تقاضا کنید که مورد غفران قرار بگیرید. ثم سپس توبو توبه کنید، بخواهید که بازگردید، یعنی در واقع استغفار به توبه کنید، تقاضا کنید که گناه شما بخشیده بشه و دارای صلاحیت و قابلیت بشوید، دارای حقانیتی بشوید که بازگردید به مقامی که هنوز مرتکب خطا و مرتکب اشتباه نشده بودید. الیهی در کجا؟ به او، به او توبه کنید، از او بخواهید که استغفار شما رو بپذیرد و تقاضای بازگشت شما رو به محل قبل از وقوع جرم و خلاف قبول کند. این نه به درستی ربی رب من قریب مجیب، هم قریب است و هم مجیب. در جلسه گذشته هم به همین جا وقت ما تمام شد، صحبت بر قریب و مجیب بود. قریب به معنای نزدیک و نزدیک با توضیحات دیگر در آیات دیگر قرآن به معنای قریب نزدیک بی فاصله. صفحه پیش هم عرض کردم که در قالب متشابهات، برای اینکه ما با اندازه‌های فیزیکی آشنا هستیم دیگه، ما با عوامل و ابزار مادی کار میکنیم، چون ما در ماده هستیم، از ماده هستیم، با مادی ساخته شدیم و مادی هم هستیم و اسیر مادی هم هستیم. ما جز زمان و مکان و عالم مقید چیز دیگری نمیشناسیم و نمیفهمیم چیز دیگری. بنابراین مثال هایی هم که برای ما زده میشه مثال هایی است که با متر مادی باید اندازه گیری بشه. به این لحاظ خدا میگوید که من از این ورید گردن به تو نزدیک تر هستم، نه اینکه فاصله من با تو مثل فاصله رگ گردن توست با تو. اون رو نمیگه قرآن، میگوید من از این رگ گردن به تو نزدیک تر هستم. وقتی نزدیک تر هستم، اقرب هستم، نزدیک تر هستم، دیگه هر کسی خودش باید تشخیص بده که از رگ نزدیک تر با آدم چیه. خدا میگه من اونجا هستم. این مقام قریب هست از دیدگاه قرآن،
یعنی رابطه خالق با مخلوق، رابطه منشی در امر انشاء، اون معبود که از خاک ما رو ترکیب کرده و به ما یک ماهیت مرکب و مجموع بخشیده، یا در واقع به ما یک خلقیت واحد و مجموع ارائه کرده، خلق کرده ما رو، که دارای خاصیت ها و ماهیت هایی شدیم که هستیم. یعنی این وجودی که با خاصیت ها و ماهیت هایی که داره ظاهر شده و مثل یک موتور اتومبیل که شروع به کار میکنه شروع به کار کرده. اون خدا که این انشاء رو به وجود آورده، این ترکیب رو به وجود آورده، خودش در دل این ترکیبه. یعنی این ترکیب چیزی نیست که از خدا جدا باشه. این در دریای خلقت اوست. مجسم بکنید که اگر یک دریایی بخواهد که در این دریا یک ماهی رو خلقت بکند، یک ماهی رو انشا بکند از ابزاری که در اختیار داره در دریا، این ماهی که ساخته میشه کجا میره؟ از این دریا میره بیرون؟ میره رو هوا؟ میره روی کوه؟ جز این دریا کجا داره که بره؟ اگر بگوییم که این دریا خداست، یک پارچه است، غیر قابل تجزیه است و خارج از این دریا چیزی وجود نداره، همه وجود در این دریاست و خود این دریا وجوده، هر خلقتی، هر بدعتی، هر جعالتی، هر انشائی، هر ترکیبی، هر تشکلی، هر تصویری در درون و در دل این دریا انجام میشه. وقت این سوال پیش میاد که این دریا با این ماهی چقدر فاصله داره؟ این آب دریا این ماهی رو ساخته، این ماهی از این آب ساخته شده، با این آب زندگی میکنه، در این آب زندگی میکنه، در این آب حرکت میکنه و این آب در او حرکت میکنه. این رابطه تردد و رابطه رفت و آمد و رفت و برگشت و رابطه درونی و بیرونی ماهی با آب، در مثال البته و در تشبیه، رابطه انسان با خداست. میگوید که من قریب هستم به تو. کی میگه؟ پیامبر میگه. پیامبر از خودش حرف میزنه؟ تو قرآن هم مینویسن؟ نه. چه حرفی از حرفهای پیامبر رو تو قرآن مینویسن؟ حرفهایی که جنبه وحیانی داره، یعنی اون چرا که به او وحی شده و گفته در قرآن بازگو میشه. چرا؟ چون این قرآن باید جمع آیات خدا باشه، یعنی آیه خداست، نه بیان مستقل ساله. یعنی خدا داره خودش رو تعریف میکنه که من با تو رابطم، رابطه غریب هست با تو، تو اون ماهی هستی، من اون دریا هستم، و بعد من مجیب هستم، هر چه بگویی جواب تو رو میده. جواب لزوما این نیست که هر چی بگوییم خدا میگه چشم بله. خیلی وقتا هم میگوید نه خیر، ولی جواب میده. مجیب به معنای این که من موجب میشم، یعنی خدا هم ایجاد کننده است، هم ایجاب کننده. اتاق فرمان تذکر میدن که ما باید دقایق کوتاهی تنفس کنیم، برگردیم با شما باشیم، با ما باشید.